آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته، از فشار محسوس به مطبوعات از اطلاع رسانی درباره تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان ما خواهیم گفت تا واکنش ها به آلودگی هوا و البته مسئله پیروزی دختران ایرانی در مسابقات کشتی جهانی که خیلی مهم بود. سلام آقای بهنود. روز دوشنبه خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرد از کشته شدن، یعنی خبر داد از منابعی در وزارت کشور ایران که میگفتن که نزدیک به 1500 نفر کشته شدن در اعتراضات آبان ماه. روز سه شنبه بسیاری از خانواده پویا بختیاری دستگیر شدند به خاطر اینکه گفته بودند میخوان مراسم 40 برگزار کنند و فضا همینطور که به آخر هفته رسیدیم امنیتی تر شد. بسیاری از شهرها نیروهای امنیتی در خیابانها بودند. از این فضا و قطعی اینترنت و همه اینا توی مطبوعات خبری بود؟ ببینید، اگر سراغ گزارش میگیرید، نه نبود. گزارش معنی گزارش میدانی، کاری که معمول دنیاست که خبر داریم میدیم. خبر دادنی در کار نبود و به همین دلیل هم به طور محسوس معلوم بودش که تکلیفی است که از طرف دولت و حکومت اومد. اما این معنیش این نیست که در کل اونچه که تو رومیزای روزنامه فروش میبینیم نبود. مجلات و بعضی از روزنامه ها این مباحث رو از زوایای دیگه دیدن. حتی موضوع رقمی که رویترز داد و این همه بحث و گفتگو ایجاد کرد، موضوع مقاله های عبدی بود که درش اشاره کرد به همون چیزی که واقعا هر متخصصی و هر آدم کارآشنای همون رو میگه که شما وقتی رفتین تکذیب کردید این رقم رو، پس رقم اصلی رو میدونستید. خب اگه میدونستین چرا نمیگی؟ و اگر که میدونستید و نمیگید، یعنی شفاف نمی کنید. و وقتی شفاف نمی کنید فضا رو، توش همین اتفاق میفته. به ایشون نوشته حتی اگه 15,000 نفر هم میگفتن ممکنه یه ذره کمتر باور میشد، ولی به حال اونم باور میشد. بله. و بنابراین میخوام بگم که تو مجلات، حالا بحثش مفصلتر خواهد بود، تو مجلات مفصل همه اینا بحث شده است، ولی همچنان روزنامه ها از گزارش های میدانی، یعنی خبری درباره مسائل کاملا بیرونه. خب میخواین شروع کنیم با روزنامه کیهان در مورد دیپلماسی انفعال اروپا رو هار کرد. در حقیقت میشه گفتش که در این هفته های اخیر روزنامه های مثل کیهان، در حالی که خط خودشون رو دنبال میکنن، ولی در مورد آقای روحانی دچار سردرگمی هستن. یعنی یک روز همین تیتری که میگید میزنن، این دولت متهم میکنن به دیپلماسی انفعالی، ولی فرداش به اون مثلا اصلاح طلبها حمله میکنن که چرا آقای روحانی این حرف خوب رو زده بود منعکس نکردی. یعنی دائما در این نوسان هستند و تکلیف خیلی معلومی مثل ماهای گذشته ندارن. خب بریم روزنامه بعدی صبح نو رو ببینیم. دین و مذهب 0.04% کل بودجه از بودجه های حوزه های علمیه در سال 99 تحلیل و بررسی کرده. مشخصه که چطوری بررسی کرده؟ حتما دبیر جبر شما هم به شما میگفت. ریاضیات اصولا یک جوریست، به خصوص درصد و اینا که بخوایم بگیریم، که همیشه باهاش میشه یه بازی کرد، از یک طرفی رفت بهش نگاه کرد. این موضوع به هر حال قدر مسلم این است که در بین مردم واکنش خیلی بدی داره این رقمای نجومی که هستش، در حالی که دولت خب ابراز میکنه که پول نداره و نداره، راست میگه و همه چیز از دولت میخوان، ولی از اون طرف وقتی بودجه منتشر میشه هیچ دستی به پولی که به مناسبت مذهب و اینا داده میشه به این مراکز مختلف با اسامی متعدد، هیچ حساب و کتابی هم نداره و اون هی بالا میره. الان اومده در حقیقت داره زمینه اونو صاف میکنه، میگه یعنی رابرده یه جور حساب کرده که به این نتیجه رسیده که انقدر است. اگه قرار بود این پول هم بین
80 میلیون تقسیم بکنن چیزی نمیشد، ولی وقتی قرار ببینیم مثلا 60 تا تقسیم بکنن خیلی میشه. اما اجازه بدین که اصل قضیه رو راجع به این عکس بگیم و این تیت. صدایی که شنیده شد. بله، این یه گزارشی است. به طور خلاصه این است. یعنی شما به کسایی که یک بار از کنار یه تحریری رد شده باشند، شما از زبانشون شنیدید، حالا شما که استادید، که به هر حال هر خبری یه لیدی داره که از مهمترین نکته شروع میشه و بر اساس همون هم تیتر زده میشه. شما این خبر دارید که یک آقای قومی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، که خیلی هم آدم شناخته شده این نیست، ایشون بلند شده رفته محشر. و بسیار خوب، بعد از گذشت بیشتر از یک ماه. آره، بعد حالا شما اینو میخواید بذارید صفحه اول. خب بذار. اولا که باید ایشون رو توی محیط اونجایی که دربارش صحبت میکنه و این هم راجع به از زبان مردم داره راجع به فقر و نرسیدن به ما و اینا صحبت میکنه، یه چیزی از اون رو بذاری، نه اینکه توی اتاق دربسته ایشون نشسته خیلی فقط یه قلیون کم داره. میدونید که خیلی در مورد این دیدار، ببخشید من وسط حرفتون، در مورد این دیدار گفتن خیلی برگزیده انتخاب کردن کسی که برشون رو ببرن. عکس پیداست که محیط مثل اینکه نشسته دور همی و قلیون میکشن با هم. خود گزارش هم نشون میده که بعضی از همین افرادی که تو همین اتاق دور همی بودن شکایت هایی کردن از وضعشون. حالا گیرم شکایت ها عمومی بوده، بهداشت نداریم، بهداری نداریم، حمام نداریم، جاده نداریم، برق نداریم، گاز نداریم، اینا هست. خب بعد این صدایی که شنیده شد چیه جریانش؟ چون این رو فقط 5 سال دیگه میشه گفت که این مردم شکایت کرده باشن برای سازمان تبلیغات اسلامی و اونم یه راهی گیر آورده باشه و صدا شنیده شده باشه، جشنی گرفته باشن، میگیم بسیار خوب صداشون شنیده شد. این گزارش که خود گزارش هم تیتر نشده و اصل گزارش هم عکس نشده بیاد صفحه اول، آخرش به اونجا تمام میشه که امیدواریم دولت بره این کارا رو بکنه. این چیه؟ این آقای قومی اون وسط چی کار میکنه؟ چرا تیتریه که؟ باشه، ماشر از جاهایی بوده که بسیار درگیری بالا بوده، میزان کشته شده هاش مثل بقیه جاها هنوز معلوم نیست، عددهای خیلی متناقضی میاد. بعد مردمی که خب بالاخره یه مقداری تعداد زیادیشون عزادارن، به هیچ کدوم از اینا پاسخ داده نمیشه. باشه، واقعا رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خب بالاخره یکی از آدم به قول معروف سران حکومت، کسی میتونه بره اگر که بحث به دلجویی یا قرار شنیدن صدا باشه. خب آقای بهنوت، بریم روزنامه اعتماد رو ببینیم. اعتماد تنها روزنامه اون روز بود که این پیروزی دختران طلایی آلیش رو مهم دو در صفحه اول گذاشت. اعتماد، من به نظر میرسه که آفرین بهش که این کار کرد، در حالی که روزنامه ها هنوز فشار محسوسی روشون هست برای گزارش آنچه که اتفاق افتاد 40 روز پیش و حواشیش، و بیشتر به صورت مقالات اینا دنبال میکنن. گزارش میدانی هنوز در 40 روز گذشته روزنامه ها نداشتن، جز یک دوتا که اونا رو ما نشون دادیم. بنابراین در این فضا بسیار درسته که این کار کرده. در این حال اون مقاله که اون مقاله هم که انتخاب کردیم، اونم مال آقای زندی رو شما خونده بودید نیست؟ آقای زندی به این بحث آلودگی هوا اشاره میکنه در کلان شهرها، که الان واقعا مدام گزارش میاد، یا هر کدوم از ما با اعضای خانوادهمون حرف بزنیم میگن واقعا نفس نمیتونیم بکشیم و هوای آلوده، بوی بدی که در خیلی مناطق تهران استشمام میشه. اشاره میکنه به این که اسم مقاله هست فیل در تاریکی، و میگه که آلودگی هوا چنان فیلی در تاریکی است و دیگه امیدی به برنامه ریزی و سیاست گذاری درست برای رفع مشکل هوا در آینده انگار نمیشه داشت. بعد اشاره میکنه به دو تا ماجرا، یکی شورای اقتصاد که ماه گذشته مصوبه ای رو تخصیص داده که بیش از 6500 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای گازسوز کردن بیش از 1,400,000 خودرو موافقت شده. آقای زندی میگه که حالا بحث سر اینه که آیا اختصاص یک چنین مبلغی برای گازسوز کردن بهتره، یا اینکه آیا این مبلغ رو اختصاص بدیم به اینکه مثلا مترو رو گسترش بدیم مثلا. البته خودش هم میگه خب من نمیدونم جواب این حرف رو دیگه. اون چیزیه که باید کارشناسان بشینن و توضیح بدن. یه اشاره میکنن به اینکه
همایش یک روزه CNG فرصت توسعه پایدار در پژوهشگاه علوم فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که یک سیاستگزار صحبت کرد، دو قانونگزار و سپس یک مجری و اغلب هم به وضع موجود ایراد گرفتن و راهنمایی کردن. آقای زندی میگه که من مانده بودم که وضع موجود مثلا در بخش هوای آلوده مگر حاصل سیاستگزاری، قانونگزاری و اجرای امثال همین عزیزان نیست. خلاصه یعنی تشریفات، یعنی در این جلسات هم دنبال چیزی میگرد. اینم گفته باشیم ببخشید که این انتخاب فیل در تاریکی خیلی انتخاب خوبی است، به خاطر اینکه مولانا 1000 سال پیش ببینین خیلی خوب میبینه، میگه موقعی که اون فیل اومد تو تاریکی همه اختلاف داشتن با هم سر اینکه چیه، ولی در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. تقریبا آقای زندی هم به یه چنین چیزی اشاره میکنن. خب بریم روزنامه ایران رو ببینیم. روزنامه ایران به نظرم یه کار مهمی کرده، این مصاحبه‌ای که زهرا کشوری کرده است با رئیس سازمان محیط زیست. ما به حال ایشون رو سالها به عنوان وزیر کشاورزی موفقی از زمانهای دور، از 27-30 سال پیش میشناسیم، به صراحت لهجه هم میشناسیم، ولی به نظر میرسه که تا حالا کسی نمیرفته با حوصله بنشینه و یه ذرم کنجکاویشو بالا ببره و بالاخره این داستان رو حل کنه که آب قراره که از بحر خزر بیاد در فلات مرکزی سمنان اون حدود و این عوارضش چی میشه. هی حرفای ضد و نقیض گفته میشه، بعضی از طرفدار محیط زیست هم اعتراض میکنن که بعدا معلوم میشه اعتراضشون به جا بوده، بخشی هم اعتراض میکنن معلوم میشه به جا نبوده. بالاخره اینجا به نظر من کلیدش پیدا شد. من که این تا آخر اینو خوندم الان میتونم بفهمم که کاملا مجهزم به قضیه، چی میدونه، چه جوریه، چیه، و خلاصش اینه که از این گزارش مصاحبه خیلی خوب فهمیدم که توجیه محیط زیستی داره، اون نگرانی هایی که افراد دارن روی کیکی جواب داده ایشون، ولی در این حال بعد از اینکه همه جزئیات رو میگه و همه مشکلات رو و عوارضی هم که میتونه اجرا کنه، بخشای قانون هم میگه که جالبه، میگه یه درختی که قطع میکنن باید 10 تا درخت یا 100 تا درخت به جاش بگمارن، تو همون تیتر اومده توی اونجا میگه هر هکتار درختی که به ناچار برای یک سد یا یک مسیر قطع میشود 10 برابر آن را باید وزارت نیرو درخت بده. بله بعد این خب اینا خب جزئیات جالبی است. بعد آخر سر میگه خیلی نگران نباشید، این طرح هنوز توجیه اقتصادی نداره و عملی نیست. خب بریم روزنامه سازندگی رو ببینیم. روزنامه دیروز است که در حقیقت نوید این هوای خوش رو میده یا آرزوی هوای خوش رو میکنه و در واقع از یک حقی میگه که آسمان حق من هست. این اشاره است به یکی از ابیات سهراب دیگه، میدونید میگه دیدن آسمان آبی و روزی بدون آلودگی برای بسیاری از مردم به یک آرزو تبدیل شده، چرا کسی به فکر روزی بدون آلودگی نیست. و با محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران مصاحبه کرده که میگه که از قول آقای هاشمی که باید به سمت گسترش مترو و حمل و نقل عمومی برویم، ولی حالا چطوری و کی و چه زمانی. محسن هاشمی رو پدرش فرستاد که بره در دو مورد که خیلی مهم بود درس بخونه، یکی مترو بود که بعد تعاملش نکردم به عنوان مدیر عامل، یکم موشک بود. حالا موشک حالا هستش به حال تو زمینهای مختلف و نقشش هم هست، ولی در مورد مترو حالا خوشبختانه چون رئیس شورای شهره به درستی میبینه که چی کم داره. هفته گذشته یک موضوع دیگه ای رو هم بهش اشاره کرده بود و کم بوده واگن ها بود، کم بوده اتوبوس ها بود. به حال از بیشتر به نظر میرسه این حرفا بیشتر جانب متخصصه تا اینکه رئیس شورای شهر تهران. بریم سراغ ایران ماه برگزیده این هفته. در مورد امید مرد زنده باد امید و تیتر اولش یعنی صفحه یکش هست وطن. وطن ما در گذر از زخمهای آبان و در نگاه به آینده باید چه چیزهایی را مرور کند؟ چگونه باید شنید؟ مردم چه میگوید؟ بازگرداندن امید اجتماعی وظیفه کیست؟ همینقدر به طور کلی بگم که این مجلاتی که این نشریاتی مثل ایران و همشهری منتشر میکنند تحول مهمی پذیرفته دو چند ماه گذشته و یه ذره به اون چی که باید باشن نزدیک شدن. این ایران ماه که ما تا الان ندیدیمش، این نقص بنده هستش، ولی فرصت کردم 4-5 تا شماره آخر رو دیدم
به نظر من خیلی مجله خوب و انتخاب خوبیه و به روز از همه مهمتر، یعنی سرعت داره، میتونه خودشو به مسائل روز برسونه. الان هم واقعا مهمترین موضوعی که وجود داره اینه که این وطن سرنوشتش چی میشه، و درست همون چیزی که در قلب این صفحه شما میبینید و بحث کردن راجع به این که چون همه اپوزیسیون پوزیسیون، همه مخالف موافق وسط برانداز، نمیدونم به اصلاح طلب مالکش، نمیدونم همه با هم داریم درباره چیزی به اسم وطن صحبت میکنیم، ولی به نظر میرسه که در مورد اینکه این چی هست و وطن موقعی که میگیم چی هست اختلاف داریم، و این بحثا خیلی بحثای خوبی است که صورت میگیره، گرچه که شاید بعضی انتظار داشته باشن که این نوع نشریات از نظر گزارشی قوی باشن و بدن و اینا، این گزارش به حال داره الان تو فضای موجود درز میکنه، ولی به نظر میرسه نگاه های اینجوری، نگاه هایی که با کمک متخصصین و اینا تهیه شده باشه کمه. من به نظر میرسه نوید یک مجله خوب هست. یک گزارشی من دیدم در همین رابطه، بحث امید و اینا، در پی رویای ایرانی در خیابان‌های شهر، از گزارشی هست از رضا سخاوت، رویا کیلویی چند دلت خوشه ها. خبرنگار رفته وسط بین مردم در مورد موندن یا نموندن، مهاجرت کردن یا نکردن در ایران پرسیده. خب خیلی ها از اینکه در ایران هستن راضی ان، از اینکه میتونن کار کنن. از نگین 29 ساله گفته که تو ایستگاه اتوبوس دیدتش، بنیانگذار یک استارتاپ موفقه و میگه که میخواستم برم ولی مثلا چون به هم پذیرش ندادن بنابراین موندم و دارم کار میکنم، راضی ان. در آخر میگه که با نزدیک 15 نفر صحبت کرده که فقط 6 نفر اجازه دادن که رکوردر رو روشن کنه، حرف رو زد کنه. میگه کلید واژه مشترک بسیاری از آنها مهاجرت و نوعی عدم وابستگی به ایران و آینده آن است. اکثر آنها همچنین یک جور قهرمان خواهی و نجات از بیرون رو میطلبند، به اینکه سهم خودشان در ساختن رویا برای جامعه و کشور چیست اساسا فکر درست حسابی نکردند. در صد گزارش جالب، تصویر درستی است دیگه. بله. خب بریم مروارید. ببینید مروارید به طور کلی به روز نزدیکه. مروارید همونطور که میدونید 2 ماه یک بار منتشر میشه و معمولا هم هر شماره مسائلی منتشر میشه که در همون زمانی که داره منتشر میشه اهمیت داره، یعنی به خودش میجنبه تحریریه، معلوم میشه تحریریه فعاله، سوژه تعیین نمیکنه پیما روش کار بکنه. مثلا اینجا سوژه رو بحران گذاشته یا فاجعه، و از هر زاویه دیده. حالا شما اون تیکه‌ای که گفت دیده بودید و بگید تا من از اصولاً میگه اصلا چطوری باید بحران رو زیست کنیم. مطلبی دیدم از خانم ترانه بنی یعقوب، سکوت رسانه‌ای یا اطلاع رسانی، چقدر مدیریت بحران بلدیم. خانم بنی یعقوب اشاره میکنه به چندین واقعه در حالا مثلا یک سال گذشته، یکیش که آخریش باشه روستای چنار محمودی در شهر در استان چهارمحال بختیاری که میگه به شیوع اید خبرساز شد توی شبکه‌های اجتماعی، میگه خیلی بازار شایعه داغ بود و خلاصه میگه که خواسته بره اونجا، بهش گفتن مثلا نمیشه اینا. توضیحش این بوده که اگه من نتونم درباره این موضوع بنویسم، همونطور که این روزها خودتون شاهدین، دیگرانی هستن که در این باره بنویسن و آنها قادر به متوقف کردن جریان اصلی جریان اطلاع رسانی نیستن. این روزها هر شهروندی موبایل داره فیلم میگیره اینا. بعد اشاره میکنه به تجربهش از هفت تپه و اینکه وقتی رفته چقدر کارگرای هفت تپه عصبانی بودن که خب تا حالا کجا بودین، چرا هیچ خبرنگاری نمیاد، فقط رسانه‌های خارج از ایران ما رو پوشش میدن. و وقتی که اولین گزارشش منتشر میشه یهو رفتار اون کارگرا و معترضان عوض میشه باهاش و خوشحال میشن. دوباره اشاره میکنه به داستان شوشتر و تجاوز در شوشتر. در آخر میگه که اگر ما نباشیم، که منظورش روزنامه‌نگارایی هستن که در ایرانن، میگه حتما دیگرانی هستن که درباره بحران‌ها بنویسن و دیگرانی هستن که به بحران‌ها شاخ و برگ بدن. حرفش اینه که باید اجازه داد روزنامه‌نگارا سکوت نکنن و بنویسن کارشون، بخشی از راه نجات هویت چلتکه بحران. عنوان مقاله خود آقای پژمان موسوی است که سردبیر هست، میگه این روزها کلمات در فضای مجازی هر کدام به دردآورترین حالت ممکن مثل تکه های ریز و درشت یه آینه شکسته است.
و بعد به اینجا میرسه که چی بر سر ما داره میره، چرا مثل عروسک های خیمه شب‌بازی شدیم که دیگران برامون تصمیم بگیرن که چه چیزی بحران هست و چه چیزی بحران نیست، چرا هر روز این همه بحران عمیق تا بون جان رفته رو نمیبینیم و فلان مسئله رو که دغدغه حداکثر 5% جامعه است اونو بحران میگیم، کجا آدرس رو غلط رفتیم؟ بحران نه بنزینه، نه انتخابات، نه آلودگی هوا، نه حضور زنان در ورزشگاه ها، بحران ندیدن دیگری است، همان دیگری گم شده در میان هیاهوها، هیاهوی آنها که رسانه دارن و تریبون رو از همین رو هم هست که بحران های خودشون رو خیلی آسان به کل جامعه گسترش میدن و جوری رفتار میکنن که همه باورشون میشه که بحران فقط همونه که اونها میگن. به این ترتیب وارد گزارش اصلی میشه که بحران شر یا شر بحران اسمش است. بعد یک دو تا صاحب نظر رو وارد یک گزارش دیگری هستش که احمد یزدانیان نوشته است که بحران چطور اصلا تولید میشه و این طبیعی سازی تاریخ، زمانبندی بدهی، این موضوع مختلفی است که درباره ابعاد بحران از زمینه مختلف. عالی. خب بریم مجله صدا رو ببینیم، هفته نامه خبری تحلیلی با عکسی از آقای عبدی. ببینید عکس آقای عبدی رو جلد چرا هست؟ به دلیل اینکه مهمترین موضوعی که اتفاقا سردبیر هم آقای روح هم اختصاص داده مقاله شروع خودشو به همین موضوع، از اینجا شروع میشه که آقای عبدی پرکارترین کسیست از میان چهار دههی که تولید شدند، آدم های جدیدی وارد صحنه مطبوعات شدند یا صحنه گفتارهای جمعی جامعه شناسی و اینا، او پرکارترینشون. راست میگه، دست کم 3 روزنامه من میدونم که به طور ثابت هفته یه بار ازشون مقاله چاپ میکنن، غیر از اینکه مجلات و جاهای مختلف و مصاحبه های اینا هم وجود داره. درسته این حرف آقای روح که پرکارترین حتما ایشون هست. بعد میرسیم به اینکه حالا این پرکاری آیا فایده ای هم داشته؟ کسی که این همه مقالات مینویسه که معمولا در هر مقاله یه نکته خیلی برجسته مهمی هست، آیا این حرف شنیده میشه یا اینکه همینطوری گفته میشه و از بین میره؟ به یاد میاره که دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی حرفای او رو نشنیدند، چرا که در دوره آقای هاشمی که اصلا اوشون روزنامه سلام بود و ایشون هم سردبیر سلام بود و بعد هم انداخته زندان بابت اینکه رو تو اقتصادی حرفای درستی زده، ولی در دوره آقای خاتمی خب زندان ننداختند به این دلیل ایشون رو، ولی اتفاقات خیلی مهم دیگری افتاد. در دوره آقای خاتمی هم که رفتن زندان. نه به این به دلیل نوشته، یعنی مقصدم که این دفعه دیگه دولت نبود که بشته و نه کسای دیگه غیر از دولت بودن که گرفته بودن ایشون رو، ولی از همون موقع مرزبندی ایشون با اصلاح طلبان، یعنی از اونجا به بعد دیگه اصلاح طلبان به آقای عبدی نمیگن اصلاح طلب. اگرم حضور داره باهاشون دیگر بیشتر جنبه‌های انسانی داره، یعنی انگار که خودش کشته بالاتر از این تقسیم بندی های سیاسی که راحت بتونه حرفشو بزنه. بعد حالا این سوال پیش میاد که آقای روح که آیا الان آقای روحانی احیانا اون کسی است که این صدا رو میشنوه، صدایش که میشنوه؟ راست میگه، خیلی موضوع مهمی است. کمتر کسی رو دارن که با نگاه جامعه شناس مسائل عمده، مثل همین که الان صحبتش بود چند دقیقه پیش، مسئله قطع اینترنت، این رو بکشه و سوال اساسی مطرح کنه، یا مسئله راجب رقمی که رویترز داد. او اصولا مسائل روز رو میگیره و بر اساس تخصص و نگاه جامعه نگر خودش اون رو با یه شفافیت و واقع بینی همراه میکنه و آخر سر به یه نتیجه میرسه که ضعف در این استش که جدی نمیگیریم حرفای جدی رو. مجله بعدی پیوست هست با تیتر پس از طوفان، آیا قطعی اینترنت برای ایران به معنی ظهور ملی‌گرایی دیجیتالی است؟ بله دیگه، می‌بینید که مجلات ما همطور که عرض کردم همچنان فارغ از اینکه رشته تخصصیشون چی هستش، همچنان موضوع رو، یعنی موضوعی که موضوع این روزها بوده است رو برای خودشون نگه داشتن، یعنی شوخی نداره. اصلا نوشته پرونده ویژه برای قطعی اینترنت داشته. عیناً اصولا نشریه ارتباطات هست و نشریه
به طوری که از چیزای ما از سواد ماها میره بیرون، بیشترش راجع به استارتاپ ها و مثلا فضای مجازی و اینا هست و بسیار هم مطالب خوندنی توش پیوسته، یکی از بهترین نشریه است که تو این زمینه در میاد. در مورد ماجرای قطع اینترنت به تأکید مجله قانع است به اینکه این هیچ کدوم از هدفهایی که از نظر امنیتی یا چیزای دیگه‌ای داریم می‌کنه تأمین نمی‌کنه، بلکه زیان وحشتناکی وارد می‌کنه به اقتصاد و چطور به اقتصاد، با مثال‌های دقیقی راجع به اینکه این چه اتفاقاتی می‌افته برای جامعه‌ای که به هر حال تا میزان زیادی الان درگیر شده، همه حقوقشون رو از همین سیستم می‌گیرند یا پرداختاشون می‌کنن یا اصلا بیزنسشون بر این اساسه، و چند تا مثال خیلی جدی وجود داره، مقالات خیلی خوب. به نظرم به این ترتیب خواستم بگم که نشریه تخصصی هم باز به حوادث اخیر متوجه هست. عالی. خب آقای بهنود، بریم کارتون آخر رو ببینیم از پاکدل. آره، بذارید حالا یه نگاه مهربان هم داشته باشیم دیگه، چند هفته هستش که نگاه مهربان نداشت. نریز پاکدل در حقیقت خودش رو به عنوان کاریکاتوریست یا روزنامه نگاری رو اصولا میشه گفتش که مسئولیتشو در اونجا دیده که یه ذره مهربون باشه با دنیا و بنابراین بره به مثلا گاوکشی و مسابقات گاوبازی، ولی با قلم خودش بره و وقتی که این کارو بکنه پیش بینی اون است که گاوه هم به جای اینکه زخمی بشه میاد سرشو میذاره تو بغل تو. میشه اینو گسترش داد به روابط روزنامه نگار با جامعه، میشه گسترش داد به روابط روزنامه نگار با حکومت ها و اینا. در همین زمانم بگم که من اگر که قرار بودش که در یک سطر بگم که طنزی که در هفته پیش خوندم و یادم مونده چی بود، آیدین سریاسری نوشته بود که جمع کثیری از مدیران و مقامات خیلی بالا با همدیگه جمع شدن و وقتی جمع شدن از همدیگه پرسیدن اینا کی میرن، مقصود ملت. برعکس شده، چی میگن، کلیشه برعکس. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما، مرسی که با ما بودید. همینجا به همراه آقای بهنود از شما خدافظی میکنم تا هفته آینده. شب روزتون خوش.